جان گذشته عمر ما دل بی قراره، دل عاشق قراره روی ذکر داد بی داد، زمستون دلی که ماران دیزنان، دلی که دل بری داره بواره داد. ما تو خونه خودمون میموندیم، اینجوری زایم شما میشیم. به خدا حال من خوبه. چه حرفا میزنی ها، تو این شرایط دوره هم باشیم بهتره که. سارا نیکا، قبر آگهی کردین؟ نه هنوز، داره متنشو مینویسم. خب متنی که نوشیم بخونیم ببینیم چیه؟ فروش فوری قبر، مشخصات، بهترین نقطه گورستان مولا مجددین ساری، دارای سند تکبر، کنار شیر آب، نبش خیابان اصلی، فاصله با پارکینگ 100 متر، قیمت 20 میلیون. قیمت چقدر؟ 20 میلیون. 20 میلیون. ماما جان قیمتش بنویسیم 22 میلیون. بگیم 25 که با چکاچونش یارو بیاد رو 22 ایس کنه. درست میگه. بزن 25، بزن 25. داداش، فقط سنگ بهبود رو قبر مشتری همینا همینجوری میبره؟ آه نه، سنگ که ترتیبشه میدی فردا. آقا فقط من 1800 بالای این پول دادم، اما واسه باشی نشکنین اینه. نه خیال راحت، اینه سالم در میانیم. حالا یه وقتی دیدی احتیاج شد دیگه، نهایتا تاریخ فوت تغییر میدی. خدا نکنه. فقط هزار حیف از اون شعری که هما گفت واسه این سنگ ها. سرودی اما جان یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم.
آقای جان نصف سنگای قبر تو قبرستون همین شعر روش نوشته. شعر مال من نیست که مال رحیم عیاریه. کپش گرفت، کپ گرفت. چیکار کنی؟ آقای جان من نمیدونم با کی مشورت کردی این لگن رو گرفتی. آقا این لگن جای یه نفر دو نفر نه قوم ظالمی. پیادشین. یه نفر من فکر نکنم از این ماشین راضی باشه. بدبخت نماینده مدرسه معلوم نیست چند بار پیاده کرده ماشین هول بده. بایستم ماما پیاده شین. خیلی خوب خیلی خوب. بایستم من پیاده شین. با این ماشین همه جاش صدا میده به جز بوغش. یه هول بدین؟ بریم ببین یه تکون بدین یه هول بدین. بذار رو زنده. خدایا آخر عمری گیره چی و گاز بده دیگه. گاز بده ما ماشین بگیریم بیا. خیلی خوب. الان سوی دروس میگیریم. دروس آخه این موقع کی پیدا میشه؟ خسرو جان. خسرو جان. خونه نقیم رو میخوایم بریم. یه لحظه ما رو برسون دمش در. فرد هوا. نوکر آخه خسرو جان. بهبود برگرده میخواد مستقیم بره خونه خودشون؟ نه این میره مسجد محل. ای نوست نشو بابا بره خونه خودشون کجا بره اما جا خوهر دانش خوب نیست از نظر روحی هنوز آمادگیشو نداره. خب بدبختم کسی کار درستی نداره که یه داداشش یک کمپ اعتیاده. اینو چیکار کنیم؟ میخوای بهبودم بفرستیم کمپ اعتیاد؟ حالا بذار بیاد دو سه روز نهایتا میاریم اینجا نگرش میدیم تا حال این بهتر بشه. کاری نمیتونیم بکنیم. کیه موقع؟ کیه؟ بیا بیا واکر بابا رحمت باز کنم رحمت؟ آره. نه باز کن ببین آقا 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 کجا میری؟ کجا میری؟ ای بی برو بینم تو فضول نباش تو برو بشین داداش 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 این چی میخواد این موقع شب؟ مگه نگفتی همه چی به این گفتی؟ من اینه صحبت کنم شما بریم بگیریم بخوابیم همون جان بریم بخوابیم آجی رحمته بریم بخوابیم آجی آقا میگم رحمت. آره اینه بره امشی کن بره بگو مهمان به تو نگفتم این دوره بار پیدا نشه. حاجی بی خود بالا نگیر بذار اون بهبود مرده بیاد ببین اصلا حالش خوبه سالم هست سالم نیست روپا هست روپا نیست از من حبس کشیده بشنو. خیلی خوب آقا شما برو اینه نیاری تو ها دکش کن از همونجا بره امشیش کن. چه بچه هر میدن یا خیالت راحت راحت بشه. زشته میبینن تا چیچه میبینه آخه کجا میدونه؟ چند دقیقه دیگه رفع زحمت میکنم الکی خمیازه مصنوعی نکشید جان. نه رحمت جان من که پنج پنجه رو با هم بارستان باشم مجلس هستم با یه حاجی هم من از اون لاز منم رهایی دارم. رهایی؟ من یکی از پرنده های قفسی فردا آزاد میشه پنج صبح من باید در زندان باشم. پنج صبح خدا در خدمتی. سلامت باشید. عرصو جان داداش برق یه لحظه خاموش کن. برق؟ برق یه لحظه خاموش کن. حاجی دستور چی میگه؟ خاموش کن دیگه. خاموش. این چیه؟ عرض میکنم. چیه؟ اون چیه؟ شیزت به پنجره؟ ببینم چی؟ نگاه فکر کنم عکس رادیولوژیه. رادیولوژی برای چی؟ آخ آخ آخ
بهروز خیر نبینی. چرا ایبه بهروز چیکار داری؟ بهروز مگه امروز با این درگیر نشد؟ این حتمی رفته شکایت کرده هست. آن دیگه عکس دست پای شکسته خودش آورده واسه نقی. آخ آخ آخ. این چیه؟ عرض میکنم نقی جان. حاجی جان نه اب نداره. خب حاجی جان تو این دو سال قضایی من کلی هزینه کردم، ندومه کنسلی سالون، اجاره های مسکن و چه و چه و چه، که چشمم کور دندم نرم تاوانش میدم، ولی خدا پیغمبری دیگه روا نیست بعضی از هزینه ها گردنگیر من بشه. مثل چی؟ مثل این عکس دندون های فهیم خانومه. آه اینه میگن مرد، بهبودم میگن مرد، شیطونه میگه من برم حساب اینو بیرم. بشین بابا من برم بزنم. افشه همه اینا کامپوزیت اصله، اون دوتا ایمپلانته، این وریام رود کانال، تنظیم خط لثه هم داشته چون لثه‌هاش همه از بین رفته بوده، با یه طراحی لبخند. اینه با بنزین لیتری 1000 تومان شما حساب کنید، تا الان من 30 میلیون تومان هزینه کردم برای نوسازی دهن فهیمه خانم. اینم فاکتورش. بفرمایید. دندونای بهروزم کلن پیشکش، اشانتیون. هرچند که من امروز باید میزدم اون دندونا رو تو اون دهن خورد میکردم. آقا بهتاشم قبل رفتن ترکیه 6 میلیون تومان تلفنی گوش منه برید. حالا که چی؟ اومدی پولش از من بگیری؟ حضرت عباسی من ندارم. اگه میتونی انبر دست بردار، برو دندونای فهیمه رو بکش، پولته بگی. تموم شد رفت. چی میفهمی پسر خاله؟ ببین رحمت جان داشتی، زنده شدن بهبود مثل سیل یک اتفاق غیر متفرقه است. مردم میتونن برای اومدن سیل یقه کسی رو بچسبن؟ نه، شما هم نمیتونی به خاطر زنده شدن بهبود یقه حاجی ما رو بگیری. فدای تو بشم. چقدر زیبا صحبت کردی پسر خاله، چه مثال زیبایی زدی. بازگشت بهبود سیل ویرانگری بود که زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار داد. پنج و نیم من باید بهارستان باشم مجلس استنبای حاجیم. من برم دندونای منو یه مسواک بزنم. دندون چقدر گران شده پسر خاله. جان این مردی آشناست؟ کدوم مردی؟ دندون پزشکر میگم. من یه عقل دارم که باید بکشم، یه این بلند دارم، یه دونم پر کردنی فدایت بشم. شب بخیر. میموندی رحمت؟ خوش آمد. این چرا کیسه زباله پوشیده؟ من رفتم خونه و من گفتن سری برو فرودگاه استقبالم پدرم. باور میکنی بابای تو نمرده، همین الان نشسته زمین. تو کی اومدی پسر جا؟ چرا خبر ندادی به من؟ من تازه برگشتم و من گفتم برو فرودگاه استقبال پدرت، پدرت زنده. ای خدا چشمت روشن باشه بهداشت جان. تبریک میگم بهداشت جان.
پدردار شده باز. آقا عشقات پاک الان بابات میاد تو رو اینجوری نبینه دایی جان. بیا من یه چک بزن بیره. آیا من خوابم؟ یعنی پدر من زنده شده. آخه ماما کار خدا رو میبینی؟ اگه باورم نمیشه. باور کن تمومش کن بره دیگه. ای اومد اومد کو اون لباس فسفلی که بچه بغلشه. لباس فسفلی؟ کو لباس فسفلی یه بچه دستشه یکی بغلشه. بچه های کی هنی برش آورده؟ اون بکنم بچه رفیقشه. رفیقش کو؟ خود بچه هاش هستم من رفیقش نیست. نه شاید رفیقش داره از دنبال سر میاد بچه ها رو داده این ببره. نه اخی بچه های به این کوچیکی رو آدم به کسی میده مگه؟ نه شاید این شاید نکن داداش اینا بچه های خودش هن. این خطی میشون شو زنش کو بچه که بیزن نمیشه که آخه بیزن شده که اومده این کلفت میخواسته این کنشون میخواد بابا چرت و پرت نگی من الان میرم ببینم چه خبره شما صفو دارم اینجا واسه بابا اینجا واسه هیچ کس تکون نمیخوره من الان میرم داخل اگه بچه مال خودش نباشه که هیچ اما اگر بچه مال خودش باشه بلای سرش بیارم که دیگه نتونه پاشه تو شهر بذاره یعنی همچین بلای سرش بیارم که از همین مسیر برگرده بودا سب کن منم بیام که اگه زن برده باشه دو تا توف بندازم تو صورت شما اینجا نمیری همینجا باید بکنی ساکس من دیگه رد دادم پاس پاس این خط نمیکشی بیرون بهداش بهداش پسر من مجلسی آدم هم اون بیعیسیت من نباری تو یا بچه بلک بیا 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 سلام سلام بهتاشم بهتاش چطوری پسرم چقدر عوض شدی چقدر بزرگ شدی بیا بغلم اجازه بده اجازه بده قبل از اینکه چهار بغل بشیم تکلیف این دو تا طفل برای من مشخص کن این بچه ها مال کیان اینا ماجرا دارن بابا جان حالا برای تو تعریف میکنم میگم به همین الان بگو معرفی میکنم این کوچیکه عبدالحی فریباست این بزرگتر عبدالقادر فریباست در اصل اینا با هم برادرن و دستبوس برادر بزرگ هستن البته برادر بزرگتر؟ بله یارونگا چونشی اینگا بهتاش بهتاش ما چون مسلمون بودیم بابا جان من اسم اینو رو مسلمونی انتخاب کردم که درست بشه بله تو مسلمونی؟ بله تو هاشم بدتری تو هاشم ای کاش میموردی چی شده من بابا؟ هنگ سال ما رو سال قبل خالید گذاشتی بعد برای من توی عبدالحمید عبدالجبار آقا بوی آجی چی شده؟ بابی آجی آجی چیزی شده؟ خواب دیدم خواب بهبوده دیدم چیزی نیست بخواب بخواب اون آب بده من بخورم آجی بیا آجی چرا خوشگل زده اون کیه کی کیه یه نفر کنار ماشین داره چرخ چرخ میزنه چی میگه آجی ماشین چرخ چرخ میزنه این کابوسه ها؟ این که دیدی الان کابوسه حاجی چرا چرت و پرت میگی دوسته از اون برقا روشن کنم چرا روشن نکن چرا روشن نکن چرا موبایل منو بده زنگ بزنم پلیس موبایل بده بدم زنگ بزنم صدادم بودو بودو بودو
صدا نکن، اینو فراری دادی. اینو فراری دادی. فراریش دادی، نرو، نرو. یه چیزی تو دستشو میزنه سر فرار، بلش کن. واسه میام خدا لغتت کنه، سیاه ساکتی رو میمونه. چی شد داداش؟ چیه؟ آبجی جان شما برین داخل، برین بگیرین بخوابین. خب هما جان بیا برو دوروبر ماشین نباش. چی؟ بیا برو. باشه. چی شد پسر خاله جان؟ در رفت. اشه یه افغان بدیم، من قند من افتاده. یه افغان بدیم این هی من دارم به شما میگم پلیس پلیس پلیس، من زنگ زدم پلیس، انقدر سر صدا کردی اینو فراری دادی دیگه. تفنگ مردی رفته بالا سر در، شما لنگ اینو گرفتی، لنگش بگی بکش پایین، داری کمکش میکنی یارو فرار کنه، معلوم نیست داری چیکار میکنی تو. تفنگ. تفنگ چیه؟ تفنگ. آقا مردی تفنگو گذاشته بود بالا شقیقه من، مرگ من به چشم خودم دیدم. یا حضرت خدا من مرگ بده تفنگ. اون وقت من اینا رو میگم آقا من تفنگ لازم دارم، همین هما میگه نه، آقای مالکیشون میگه نه، پس تفنگ دیگه قراره کی به درد من بخوره؟ وقتی مغز منو زدن پاشوندن رو در دیوار. ببین چی پیدا کردم. چیه؟ اینا سیر ماشین بود. یا مکه مکرمه. این چیه داداش؟ این چسبه. چسبه؟ چسبه. چسبه دیگه. چسب تا الان کسی ندیده؟ شیعیست که بچه های مردم برای جلد کردن کتاب های درسی خود نیز گاهی اوقات استفاده می کنه. اینجا میخواسته کتاب درسی عمت برداره جلد کنه؟ این میخواسته بوم بذاره زیر ماشین. آقا تو رو ارواح انجلی بزرگ نترسون، این بچه رو استرس نداریم. آقا این کار سیاسیه. سیاسی چی؟ سیاسی این سیاسی. آقا چسب که بوده، تناب که بوده، میخواسته ببنده زیر ماشین. کجا ره داداش؟ زیر ماشین ها. خدای نقی من دخترم سوار اون ماشین میشه. چی میشه؟ هیچی هم مامان چیزی نیست. تموم شد بابا، خطر رفت شد. بریم تو اتاق، نترسیم. دایی کار کار رحمت باره بابا افت باده مینه. حالت نکن بابا سر نیکا، بریم تو. اما نترسینا، بروز نترس، برو. حاجی جان بگرد دنبال یه کار دیگه، یه کار بی درد سر. ما نخواستیم آقا مجلسی آدم، نخواستیم، عادی باش، معمولی باش. بگرد از این تاکسی خطی هست، 2500 در بیار، خودت تو زن بچت عادی زندگی کن، بی درد سر زندگی کن. نقی ما تو دختر بزرگ داریم، من نمیتونم این استرس رو تحمل کنم. اگه یه مو از سر اینا کم میشد من چه خواهی که تو سرم کردم؟ ببین زندگی زن بچت اونجا روم سیاست. روم سیاست. آخ 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 آبجی جا، اینا من مشکل دارم. چرا؟ پروژه حزب نقی کلید خورده. چرا؟ من منتظر اینا بودم ماما جان. ببخشید. ولی الان اینجا تو این شرایط امشب نه. چیه نقی؟ مشکلشون با تو چیه؟ ماما جان مشکل اینا با من اینه که مشکل خود شمایی. این دست پخت شماست. شما اگه رفته بودی سیاسی شده بودی، مجلسی شده بودی، کاندید شده بودی، من به خودم میگفتم آقا یه سیاسی برای یه منزل بسه دیگه، من آلوده سیاست نمیشم. بنام کن نقی، من همون شورای شهر مثل هفت جد آبادم بس بود. آبجی جان یه پلاستیکی چیزی بردار بیاری، من یه اثر انگشت نگار دارم. میارم. بیا 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 تو این دستمال بذار تمیزه. بیا بذار تو این آجی. خیال تخت باشه. بریم بریم بفهمیم. بریم متفرق بشیم. بفرمایید بفرمایید. در بسته؟ ترسیدم. دره ببن اما جان. در بسته است که. ترسیدم. بریم بریم. ای خدا. این ور این ور.
در خوب بس که مادر نازنینه جان نازنینه برادر میوه روی زمینه روی زمینه ربمون قدر هم دیگر بدانی دیگر بدانی که آخر جای ما زیر زمینه زیر زمینه های برو های نشو زنده بمانم زنده بمانم غم روز جدا دیره نبینم جانا نبینم ببین داشی جواب یه حبسی رو درست بده من از ارازل سطح یک نبودم ولی لات کوچه خالی هم نیستم گندلات نبودم ولی از اون دست گندلات ها خیلی تقلب کردم الانم سیم آخر همینجا کنار دست منه کاری نکن خودم و خودتو با یه تکنه بسام زیر ماشین ها این بچه بازی ها چیه در میاری؟ آره من بچه هم من تشنجی هم من اعصاب ندارم شما به چه حقی بلند شدی نصف شبی اومدی خونه پسرخاله من قرار ما این بود مگه چی کارت کنم تو که دل جگر نداری که مردی فکر شما بوم میخوای کار بذاری زیر ماشینش پات از زندگی پسرخاله من بکش بیرون زن و بچه داره مردی میدونه اگه میگرفته چی میشد ای اصلا زندان نمیخواست بره که از زندان بهتر میخواست بره تهران آمارشو دارم شما مگه تهران هم شما تغذیه میکنی مگه یعنی شما میخواستی مواد بچسبونی کف این ماشین تا تهران بره الهی علف الهی علف چه غلطی کردم من خدایا ببین کاری نکن من چشامو ببندم برم سیر تا پیاز قضیه رو به پلیس لو بدم ها میخوای بذارن دم پاسکار لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هر حساب بپرین و بده اینجا من دیگه اینو خاموش نکنم بدم کی؟ موش نمیدی؟ موش نمیدی؟ کتاب به کی بدم؟ بیا اونجا این کتاب برشون پسر فکر کردی به جایزه میدن؟ تو خودت به ما آمار دادی وگرنه ما ماشین نماینده مجلس چه میدونستیم چیه؟ تو خودت ماشین رو برداشتی آوردی؟ تو خودت به ما گرا دادی؟ حالا که موقع موشک بارونش شده میگی اون برا بزن من نمیشه غلط که کردم. من غلط کردم گرای پسرخاله خودم دادم به شما دادی؟ خوبم دادی ما بو هوا گرفتیم گیرنده ای ما رایا آن که شیران را کند رو به مجاز احتیاط است، احتیاط است، احتیاط. بیا بپر اینو بده اینجا من دیگه اینو خاموش نکنم فیتیله رو بده پایین پولتو بگی دیگه مگه اون با ماشین رفت زندون طوری شد تازه اون دهن شیر بود تهرونم عین همون پشت به پشتش اسکورت میره پاکیزه و ردیف میرسن تهرون نیمه تا ماشین فاصله بگیرن بچه ها رفتن زیر ماشین حلوا رو برداشتن و فاتحش هم خوندن ببین تهرون زندون نیست و مایتیلش چهار برابره مایتیله بخوره تو سر من کوف بخورم این مایتیله رو نخورم یه لقمه نون پرپری من می‌خورم یا اکواری آقا یه نیم ساعت این فعالیت فرهنگی تو تعطیل کن ببینه من چه گلی باید به سرم بگیرم ای خیرات کتاب رو انداختی؟ یه اینجا رو باید بده این پایین کجا؟ پایین به
پسر خودتو نبین اینطوری داری بال میزنی ها. پسر خالت عین خیالش هم نیست. میدونی چرا؟ چون هیچی نمیدونه. اصلا درد بشر از دونستنشه. کسی که چیزی ندونه دردی هم نداره. الان این عین یه برگی که چسبیده باشه کف کفش پسر خالت میچسبه کف ماشین. خب چسب. درسته این برگ مواد مخدر نیست گل. آیا این برگ برای پسر خاله شما مشکلی ایجاد میکنه؟ نه خیر. چرا؟ چون ایشون هیچی نمیدونه. حالا اگه بدونه اون وقت یه راه رفتن یومیش هم یادش میره، هی میخواد کف پارو بده بالا این برگ رو بکنه. ببینم الان شما رفتی مواد پخش کردی، ترسی داشتی؟ نداشتی دیگه. من غلط بکنم مواد پخش کنم؟ بکردی دیگه، الان داشتی تو خلق الله مواد تخس میکردی. چی داری میگی تو؟ سکرت بازیش داره حرف میزنی تو؟ درست صحبت کن ببینم چی میگی تو؟ مواد تو کتاب جاساز کرده بودم. یعنی الان من مواد تو این کتاب بودم پخش داشتم میکردم؟ بله. یا اول فرد تو خلاف کردی این کتاب داری دست من؟ تو بیخواد کردی مواد گذاشتی تو اون کتاب ها؟ نگرده همین وقت نگرده من خیر خیره تو رو میدونم خفت میکنم من. نگرده تو خفت نکنم. نگرده نگرده خدایا من چه گناهی کردم گیر این بشر افتادم آخه؟ ببین پسر خالت تا خبر نداشته باشه دل شیر داره. آسه میره آسه میاد پولش میره تو حساب. ببین من یه وصیت‌نامه تنظیم میکنم، مینویسم آی خلق الله اگر من خودمو کشتم، اگر من به کام مرگ رفتم، دلیلش فقط و فقط و فقط این بشره. چی میخوای از اون من؟ میخوای منو تیر تایفه منو به قهقرا بکشی؟ یک کلام ختم کلام، جاساز میکنی یا نه؟ نمیکنم. نخیر. پس خودم جاساز میکنم. بدبخ، من اگه اون شب داد و بیداد نکرده بودم که پلیس آورده بود بالا سرتو. خیلی خوب کاری کردی داد و بیداد کردی، جون خودتو نجات دادی. چون اگه منو میگرفتن سیر تا پیازو میگفتم، شیرین لوت میدادم. بیخود میکردی. ببین اگه برای همه چنگیزی برام فرنگیزی، بیخود صداتو بالا نوار. بیخود یا با خود، من این ماشینو از دست نمیدم. جاساز نمیکنی؟ نمیکنم. نخیر نمیکنم. گرا میدیم من میام جاساز میکنم، جنسو میچسبونم. تو فقط چشت به ماشین باشه، تو حیات رفت چشت به ماشین باشه، تو خیابون رفت چشت به ماشین باشه. بابا اگه دستت کار نمیکشی حداقل از چشت کار بکش، پولتم هفته به هفته میاد تو حسابت. ببین تو همین الانش هم افتادی توش، همین 10 دقیقه پیش این جماعت دیدن که تو داشتی جنس تخس میکردی، از فردا این جماعت از تو توقع دارن ها. این حقوق امروزت، پرداختی های قبلیدم ازت مدرک دارم. بیا جنده کار هزار کردی. خدایا یک گناه کردم هزار توبه. منتظرم خبر بدی بیام. یک گناه کردم هزار توبه. منتظرتم. سلام مامان اومدی؟ اومدم دیگه، نمی‌بینی؟ چی شد؟ لبت که هنوز همون جوریه. گفت چند جلسه دیگه بیای درست میشه. چی شد از تلویزیون زنگ نزدن؟ چرا زنگ زدن؟ بابا جواب داد. خانم سعدت از این آنفولانزا فصلیا گرفته، بهش استراحت دادن. مامان میگن مامانو کوفت، مامانو زهر مار. این مسخره بازی ها چه در میاری؟ مسخره بازی چی؟ همین صفحه اینستاگرامتون، این عکس ها چرت و پرت چیه میذارین شما؟ زشت زود پاک میکنین ها؟ دور افتادی فالوور فیک میخرین؟ مامان به قرآن قسم دروغ نخور آبجی؟ الان فهمه اینجاست، بعدش من با شما دوتا کار دارم. آبجی؟ صدات میکنم. خودم شنیدم. نخند. نیکو یه چای بریز، تیبک نباشا. ساعت
آرا یه چایی دم کن. افو سلام. اومدی؟ چی شدی؟ لرز دارم. مریض شدی؟ لرز دارم آبجی. ای بابا لرز دارم. وای وای فکر روبرو شدن با بهبود تن منو لرز انداخته آبجی. نیکا همه بهتاشو گرفتین گفتین بابای تو زنده شده. آره همه در دسترس نبود. اینقدر بگیرین در دست باشه. دسترس رحمت کو. رحمت رحمت گفتم خاک بر سر من. بهبود به روز گفتم رحمت. وای وای آبجی من لال بشم اسم این مردی از دهن من بیفته. باش هرس نخور هرس نخور. اگه یه روزی بهبوده بگم رحمت چه خاکی تو سر من بریزم. نه نمیگی. نه چیه خانوم وایسادی داری من نگاه میکنی که برو من همار کار دارم. دره ببند خانوم. خیلی خب بابا آروم باش. آبجی من عکسای اینه پاره کردم. نامه های اینه پاره کردم. دیگه چی میمونه؟ اتکلومه گرفته بودم واسه این. اینه تو بده به نقی بگو واسه تو هدیه گرفتم. خب من حیفم اومد اینه بشکنم. بگو چی چیه اینه ورد و عجوری چشم من ببر دور کن آبجی. ببر اینه هما جان اینم بده داداش بده به این. دیگه یه دونه گوشی وامونده است که اینه. وای چقدر بدبختم من. سطل آشغال اینه من اصلا خالی نکردم. هما جان اینه بگی سطل آشغال اینه بی زحمت خالی کن بعدش هم گوشی برد واسه خودت. نه دیگه با همین انگشتره میدیم به رحمت. نه خانم دادم قبول نکرد دیگه. دیگه چه بکنم بردار بگیر دیگه. چی با اون گوشی قرازه بلند میشه میری تلویزیون. لرز دارم آبجی. چیزی میخوای برات بیارم؟ بدبختی هیچ کس هم نیست. شوهر این مرده باشه زنده شده باشه من یه چهار تا سوال از این بپرسم. راجا جلوی پای من بذاره. فرمه جونم عزیزم هرس نخور انقدر. آروم باش. ببین اصلا اگه ناراحت بودی چند روز اول میارمش خونه ما. خب تو خودتو پیدا کنی دیگه. بعدم یه مسافرتی با هم میره یه مشهدی همه چی میشه مثل روز اولش. من بهت قول میدم عزیزم. من میگم الان زنگ بزن شاگردت از آرشگاه بیاد یه دستی به سر و صورت تو بکشه. بابا شوهرت میخواد بیاد ناسلامتی. آبجی چه دل خجسته ای داری. از ترس تن من انگار گذاشتن رو بیخود. بیخود آرشگاه گفتی؟ اسم آرشگاه چه باید بکنم آبجی؟ اسم آرشگاه چیه مگه؟ نه دیگه فرمن. فرمن یعنی مخفف فهیم رحمت. هر کیه بگی فرمن میگه فهیم رحمت. رحمت فهیم. نه دیگه خودش رفته اسم آرشگاه هم باید نه بابا اصلا هیچ کس نمیفهم. خدایی نکرده به گوش بهبود برسه اون وقت چی کنه. نه شت آروم باش سخت نگه. سارا چیه؟ یه چای بیار برای عمه سارا. چی شو؟ فهمه؟ کجا تشریف داری شما؟ من چطور مگه؟ بابا مردی شب داره تشریف میاره. عوضی که کمک حال من باشی، بردست من باشی. عادی داری قدم واسه میری تو خیابون؟ قدم واسه چی؟ من کار داشتم رفتم دنبال کار من انجام. چی کاره؟ این چیه؟ این سنگ بهبوده. قبر فروختم. فروختی؟ این حلوا شکری قبر بردن. چند؟ آدم ها فردای خودش خبر نداره. چند؟ یعنی 5 سال پیش. اگه ما 10 تا قبر خالی گرفته بودیم پر کرده بودیم الان میلیونر بودیم. چند؟ قبر 500 شده 25 میلیون تومان. 25 میلیون؟ ایلان قروش نکرده زمین قروش نکرده. آخ 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 این وضعیت کسی مگه میتونه بمیره؟ حالا اینه برسی برداشتی آورد اینجا؟ حیفه بابا. حیفه؟ حیف من بودم که 1 سال از زندگیم و پشت میله های زندان مثل گل پرپر شدم یکی خم به ابروی نازنینش نیورد. هیچ دوباره شروع کرد. حالا اینه برسی برداشتی آوردی همونجا سر قبر خوردش میکردی اثری از آثارش نمونه. یعنی چی؟ 3 ساعت جون کندم اینه در آوردم 3 تا کارگر گرفتم این آثار باستانی یواش یواش دور این قاشق و چنگا رو برس خالی کردن این نشکنه طورش نشه. مرده مردی بیاد اینو ببینه دبرس میشه. تو مگه با دامادت پدر کشتگری داری آخه؟
نه من این برنامه دارم، تر دارم، همینجوری نیست که. یه میزی هست تو انبار افتاده، خب روی صفحه شکست خورده، بلا استفاده مونده. این اصلا انگار اندازه اون قشنگ برای اون تراش دادن. اینو میخوام بیاندازم رو میز نهارخوری. کی دلش بیاد رو این غذا بخوره؟ یه نگاه به تصویر مردی بکن، اینو برای رژیم لاغری تجویز میکنن. گل روی این بذاری خوش میشه. بعد تو میخوای باقلی قاطع با پیاز و نوشابه روی این بخوری؟ نه داداشم، من اینو برنامه دارم. این گلای دورش نگاه کن. این گلا رو نگه میدارم، صورت بهبود داره میدم، سنگ فرز بزنن یه جوری که تو اصلا تشخیص ندی مرد، زن، حافظ، سعدی، خیام. یک دست جام باده، یک دست میکنم اینو. اینه چیز میخواست، سفتر سیمکش میخواست، اینه برای باباش رو به موته. اینه نقدم به من پول میدادم اونجا. آقا اینو بده به علی دوگانه سوز، پدرش رو به قبله است، اینو بده، ثوابم داره. بابا بیا بگی سرشو. چی داری عکس میگیری؟ کلر؟ دمت بابا، من دارم فیلم میگیرم. از کی داری میگیری؟ ها؟ فلسطین هم میدیدین؟ آقا مگه میشه اینقدر شباهت داشته باشه به بابا؟ دیدی من چی شکار کردم؟ های خدا، من فکر کنم واقعا دیگه رد دادم، اصلا پرام ریخ. ولی ببین اصلا شوکه شدم، باورم نمیشه، واقعا دلم برای بابام هم تنگ شد. تلفن همراهتون رو خاموش بکنی لطفا، موقع پرواز هستش. چشم. به این دختر مهماندار میگه
دیگه میخوایم پرواز کنیم دیگه، اینو دیگه قطعش کنیم حالا بعدا. بای. به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگارا در همه کارها تو یاور مایی و همواره حافظ و نگهدار ما. بار الها سفر را بر ما آسان فرما و بر محمد و آل محمد درود فرست. خلبان رستمی، سرمهماندار هاشمیان و گروه پروازی، ورود شما به هواپیما بوئینگ 737 از فرودگاه استانبول به مقصد تهران، فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه را خوش آمد می‌گویند. لطفاً کمربند ایمنی پروازتان